رضا پهلوی رو برید نگاه کنید، همچنان سکوت کرد. یه مشت مشاور ابله و احمق دور این ریختن. فکر میکنه میومد قبلش توییت میکرد که چی؟ سپاهیان در نمیدونم به روی مردم شلیک میکنن. دیدی شلیک کردن 1500 تا رو کشتن؟ هنوز به فکر اینه که این سپاهیان لشکر خامنه ای رو ول میکنن، سپاه رو ول میکنن، به این میچسبن. ذهنیت رو نگاه کنید آقایون، خانوم ها، پنبر از گوشتون در بیارید. آقای رضا پهلوی، پنبر از گوشتون در بیارید. مگر زیر گوش امریکا ونزوئلا رو نمیبینید؟ ونزوئلایی که ارتشش تا بن دندان امریکایی است، ارتشی است که با ارزش های امریکایی و غربی آموزش دیده. خب برید جنرالاشو نگاه کنید. امریکایی‌ها خودشون رو کشتن اینا بپیوندن به من، بپیوندن به اپوزیسیون. گفتن هر کی بپیونده از لیست درش میاریم، از تحریم‌ها درش میاریم، کلی امکانات میده. یک کیشون جدا نشد. آخه رضا پهلوی چجوری امید بسته به این سپاهی که تا بن دندان به رژیم وابسته است؟ تا بن دندان به رژیم وابسته است. چجوری میخوای به اینا امید ببندی؟ قاسم سلیمانی، آقا یکی نیست، قاسم سلیمانی امروز به قتل رسیده. بابا یه رهبر سیاسی باید راه باز کنه برای جلو، باید راه، باید نیروهای خودش رو بسیج بکنه، باید مردم رو پشت سر خودش بسیج کنه، مسیر درست رو نشونشون بده، راه درست رو نشونشون بده. یا این اقدام مثبت حمایت کنه، یا این اقدام منفی محکوم کنه. نمیشه وسط بنشینی. آقا وسط دو تا صندلی که میشینی هیچ اتفاقی نمیفته، فقط و فقط خشتک دونجر میخوره، هیچ اتفاقی نمیفته. یک رهبر سیاسی نمیتونه وسط دو تا صندلی بنشینی. یا باید اینور یا اونور که نیروت رو بتونی تیز و محکم در مسیری که میخوای به جلو ببری. بدون این امکان نداره. نیرویی که سرگردان میشه باید خوشحالی کنه یا باید غم داشته باشه، بایستی حمایت کنه یا بایستی محکوم کنه. آخه تو چه رهبری میتونی باشی؟ بعد یه عده هم که تو فضای مجازی بزنید توجیه میکنن. آقایون، خانوم ها، باید فشار بیارید. یک نیروی سیاسی، یک رهبر سیاسی باید جلو باشه، راه رو نشون بده. راه که اینجوری نیست که نشسته هی بشینم نگاه کنم ببینم کدوم بر سنگین‌تر میشه. آقا اینجوری نیست. نه خانم اینجوری نیست. هیچ رهبر سیاسی اینگونه نبوده. اصولا رهبر سیاسی میبایستی در جلو راه درست رو نشون بده. خب یه مشتی آدم مشاورینی که مطلقا این کاره نیستن، شما برید نگاه کنید. خب صفحه شما برید صفحه نمیدونم تلگرام رضا پهلوی رو مشاهده میکنید، برید نگاه کنید. انگار آگهی صفحه آگهی تسلیت روزنامه کیانه، یه دونه هست برای رافی خاشاتوریان که بایستی هم تسلیت بگی، یکی هست برای مانوت خدابخشیان که باید تسلیت بگی. یه متنی نوشتن بی سر و ته راجع به آقای نورعلی تابنده. بنده مخالف آقای نورعلی تابنده نیستم. معلومه که خب بایستی بر نشون هم تسلیت بگی، به خصوص که کلی هم آدم هستن که معتقده به ایشونن. آدم ها خوبی هم هستن. خود آقای نورعلی تابنده هم هیچ نقطه تاریکی تو زندگیش نیست. باید ازش تایید کنی. اما نه با اون نصر مسخره. می سر و ته. یه مشتی چیزا نوشتی. نه اصلا معلومه به اینا اعتقاد داری. نمیدونم اعتقادات ایدئولوژیک و نور و تاریکی و نمیدونم. یه مشتی از این پرت و پلاهان رهبر سیاسی که اینجوری نمی‌نویسه که. حالا معلومه که اینو رضا پهلوی ننوشته. معلومه که ادبیات اون نیستش که. معلومه براش نوشتن که. اونم چی؟ اونم مشاورین ابله و احمق. بابا از ظرفیت اونم نمیتونی استفاده کنی. ظرفیت رضا پهلوی رو، این ظرفیت رو هم نابود کردن، این ظرفیت رو هم در زنجیر کردن، این ظرفیت رو هم از بین بردن، این پتانسیل هم از بین بردن. معلومه یه همچین دوستایی داشته باشی دیگه دشمن نمیخوای اصلا. مگر نه تو این صحنه سیاسی مگه میشه سکوت بکنی؟ مگه میشه بشینی کنار؟ مگه میشه یه جایی وایسی که تر نشی؟ خب معلومه